به نام خدا، دوستان سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. جلسه دوم درس حسابان کنکور رو در خدمتتون هستم. قبل از اینکه درس رو شروع کنم، دوستان بگن که صدای من رو دارن یا نه. صدا اوکی؟ خیلی عالی. خب ببینید، من تو جلسه اول اومدم مقدمه مجموعه ها، اون مقدمه درس اول سال دوم رو بهتون گفتم که مجموعه ها رو گفتیم، مجموعه مرجع رو گفتیم و بعدم تعداد اعضای مجموعه رو گفتیم که گفتیم یه سوال هم توی کنکور 99 و 98 توی نظام جدید داشته. خب حالا دوستایی که جدید اضافه شدن میتونن از توی پنلشون هم فیل و هم جزوه رو برن ببینن و دانلود کنن و اگه سوالی بود توی گروه رفعشکار ازم بپرسن. خب این جلسه میخوایم تعریف الگوها رو بگیم و در ادامه حالا اگه وقت شد دنباله حسابی و هندسی رو هم توضیح میدیم. ببینین، مبحث الگوها توی درس بچه های انسانی هر ساله بوده، یعنی توی نظام قدیم هم داشتیم، ولی الگوها رو خیلی به طور جدی ما توی بچه های نظام قدیم برای بچه های تجربی و ریاضی اینا رو نداشتیم. اما توی کتاب نظام جدید یه مقداری این الگوها بولتر شده و مورد سوال بیشتری قرار میگیره. خب که میخوایم اینجا تمام نکات مربوط به الگوهای خطی و غیر خطی رو توضیح بدیم و بعد دیگه هر سوالی که از این قسمت به شما بده قابل حل خواهد بود. خب بریم شروع کنیم. ببینید، اول تعریف الگوها. ما الگوها میگیم مجموعه های عددی که بینه اعداد ترتیب خاصی وجود داشته باشه. پس مجموعه از اعداد که بین اون اعضاشون یا بین اون اعدادشون یک ترتیب خاص وجود داشته باشه. مثلا ببین، عدد 2, 5, 8, 11 و الاخر. اگه این مجموعه رو دقت کنید، یه مجموعه اعداده که سه تا سه تا داره بهش اضافه میشه. ببین، ما به این مجموعه اعداد میگیم یک الگو. همونطوری که گفتم باید یه ترتیب خاصی توش وجود داشته باشه. الان این ترتیب خاصه مشخصه، داره سه تا سه تا اضافه میشه. یا یکی دیگه، مثلا 1, 2, 4, 7, 11 و الاخر. این مجموعه رو اگه دقت کنی، اول یه دونه اضافه شده، بعد دو تا اضافه شده، بعد سه تا اضافه شده، بعد چهار تا اضافه شده. توی این الگو ما یه ترتیب خاص داریم. درسته که مثل قبلی اون ترتیب ثابت نیست، یعنی با یه مقدار ثابتی بیشتر نشده، ولی بازم میبینیم که داره توی این فاصله هاشون یک اتفاق یا یک ترتیبی رخ میده. یکی رفته جلو، دو تا میره جلو، بعد با همین روند میتونیم بعدی رو حدس بزنیم. یعنی میگیم بعدی یقینا باید 5 تا بره جلو و بشه 16، بعدی باید 7 تا بره جلو و به همین شکل حساب کنیم، مثلا میشه 23. پس بنابراین الگوها مجموعه از اعدادن که با یک ترتیب خاصی اضافه یا کم بشه. خب حالا میخوایم این الگوها رو دسته‌بندی کنیم. شما دو تا الگوی مهم کلا توی فصل الگوها میخونیم که من حالا اینا رو به ترتیب اینجا میگم. انواع الگوهایی که شما میخونین، یکی الگوی خطی و یکی الگوی غیر خطی درجه 2. شما این دوتا الگو رو کلا میخونین. خب حالا میخوایم ببینیم راه تشخیص این دوتا الگو چیه، یعنی الگوی خطی و الگوی غیر خطی درجه 2 رو چجوری تشخیص بدیم. خب اینجا رو خوب دقت کن. ببین، اگه که بین جملاتی که داری، مثل اینجا 2, 5, 8, 11، جملات به طور ثابت اضافه بشه، یعنی 3 تا 3 تا اضافه بشه، 4 تا 4 تا اضافه بشه، 2 تا 2 تا کم بشه، یعنی حالا مهم نیست که اضافه کمش، ولی با یه مقدار ثابتی جملات افزایش یا کاهش پیدا بکنن، به این الگو میگیم یک الگوی خطی. پس خیلی راحت راه تشخیصش فاصله ثابت بین جملات. و حالا بعد میگم که در ادامه چیکار خواهیم کرد. و برای الگوی درجه 2
ببین من یه دفعه اومدم فاصله رو حساب کردم ثابت نبود. خب وقتی که ثابت نبود از حالت خطی خارج میشه. پس دیگه این الگو یک الگوی خطی نخواهد بود. خب حالا چیکار کنم؟ یه بار دیگه این فاصله رو حساب میکنم. ببین فاصله بین اینا بوده یه دونه. فاصله بین اینا بوده یکی، فاصله بین اینا هم بوده یکی. پس یه نتیجه مهم میشه گرفت. یه سری الگوها داریم که فاصله شون ثابت نیست، ولی اگر باز دوباره بیایم از فاصله شون اینجا تفاضل رو انجام بدیم و اون فاصله رو حساب کنیم، فاصله شون ثابت میشه. یا من اینجوری میگم فاصله شون ثابته. پس اگه فاصله شون ثابت بود میشه الگوی درجه دو، اگه فاصله شون ثابت بود میشه الگوی درجه یک یا الگوی خطی. هیچی هم دیگه به غیر از اینا نمیخونیم. خب حالا اینا رو گفتیم، الگوها رو هم تشخیص دادیم، خب ببینیم چجوری میشه ازش سوال بیاد و سوالاشو حل کرد. چیزی که توی الگوها برای ما مهمه هدف چیه توی هر دوتاشون؟ بذار هدف رو کلی بنویسم. هدف تعیینه جمله عمومی الگوه. یعنی چی؟ یعنی سوال تست اینجوری میاد، میاد یه الگو به شما میده، مثلا این الگو میگه جمله بیستمش چند میشه. این یعنی چیزی که شما توی تست باید جواب بدین. یا اینجا ببینید میاد یه الگوی درجه دو به شما میده، بعد میگه که جمله چهلمش چند میشه. خب شما که نمیتونین همه رو تو چهل بشمارین. خب پس باید یه جمله عمومی براش پیدا کنیم، یه معادله براش پیدا کنیم، یا یه تابه براش پیدا کنیم که هر شماره ای رو که میخوایم بذاریم داخلش و اون مقدار اون جمله رو به ما بده. خب حالا چی کار میکنیم؟ اینجا رو خوب دقت کن، اینجا رو ببین. برای الگوی خطی خیلی راحته این روشی که دارم میگم. میگی که آن، نمیدونم شاید بعضی کتابا بنویسن تی ان، هیچ فرقی نمیکنه، منظور جمله عمومیه. جمله عمومی برابر میشه با این ضریب ثابت رو، این سی که اینجا به دست اومده، ضریب ثابت رو میذاری ضریب ان، سه ضرب در ان. حالا بقیه شو دقت کن. ببین من اگه ان رو بذارم یک باید بهم دو بده. اگه اینو بذارم یک باید بهم دو بده. خب من یک رو میذارم اینجا میشه سه. برای اینکه بهم دو بده من یه دونه منفی یک میذارم. به همین راحتی الگوی این عبارت خطی به دست اومد. ببین چه راحت. یه بار دیگه میگم، میای فاصله اونا که ثابتر رو میذاری ضریب n. خب و حالا میگی که من اگه یک بذارم این شماره یک منه، اگه یک بذارم بعد بهم دو بده. من یک رو میذارم اینجا بهم سه میده، پس یه دونه اضافه داره، یه دونه ازش کم میکنی میشه منفی یک. ببین چقدر راحت. خب این از الگوی یا جمله عمومی این الگو. حالا دیگه هر چی از همون بخواد، جمله دهمو بخواد میتونیم حساب کنیم، جمله بیستمو بخواد میتونیم حساب کنیم و به همیشه. خب حالا من فعلا این الگوی درجه دو رو میذارم، بریم یه چند تا سوال از این الگوی خطی با هم حل کنیم و اگه دیگه سوالی نداشتین من قسمت بعدی رو میگم. خب یه تست بهمون داده، تست علمچی هم بوده، گفته در الگوی مقابل این شکلی که اینجا میبینین تعداد پاره خط ها در شکل دوازدهم چقدر میشه. دقیقا همون چیزی که گفتم، یه تعداد شکل بهمون میده که حالا الگو یا خطیه یا غیر خطیه و تعداد مثلا پاره خط های یه شکل مثلا دوازدهم یا حالا هر چیزی با توجه به اون شکل رو از ما میخواد. توی این سوال گفته تعداد پاره خط ها توی شکل دوازدهم رو حساب کنید. خب برای این کار من باید اول بیام تعداد پاره خط ها رو توی هر مرحله حساب کنم. ببین این مرحله یکه، این مرحله دوه، این مرحله سه. ببینید تو هر مرحله چند تا پاره خط داریم. خب تو مرحله اول من پاره خط ها رو که بشمارم یه پنج ضلعیه دیگه، پس 5 تا پاره خط دارم. تو مرحله بعدی به این 5 تا پاره خطی که اینجا دارم 4 تا دیگه اضافه شده.
یعنی شده 9 تا. تو مرحله بعدی خب تا اینجا 9 تا بود، اینم بهش اضافه شده 4 تا دیگه میشه 13 تا. خب این از تعداد پاره خط ها توی هر کدوم از این شکل ها. بریم فاصله هاشون حساب کنیم. از اینجا که دیدیم 4 تا اضافه شد، اینجا هم 4 تا اضافه شد. خب الگومون چیه؟ الگومون یک الگوی خطی شد دیگه، فاصله ها ثابته. خب حالا که فاصله هامون ثابت شد، پس میگم TN یا AN فرق نمی کنه، TN یا AN جمله عمومی، 4 رو میارم پایین میشه 4N. و این تیکه آخرش رو دقت کن، میگم اگه N رو بذارم 1 باید به N 5 بده. خب 1 رو میذارم اینجا، 4 ضرب در 1 میشه 4، برای اینکه به N 5 بده یه دونه 1 هم میذارم جلوش به همین راحتی. پس جمله عمومیش میشه 4N به علاوه 1. خب بریم ببینیم چی میخواد از ما. گفته جمله 12 تی 12 مساوی میشه با 12 رو جایگذاری میکنم، 4 ضرب در 12 به علاوه 1، 4 تا 12 تا 48 تا با یه دونه 1 میشه 49 تا. جواب گزینه دوم میشه. خیلی راحت جمله 12 هم به دست اومد. الگوهای خطی خیلی راحته، همونطوری که گفتم طبق روشی که اینجا بهتون گفتم خیلی راحت میتونین جمله عمومیش رو پیدا کنین و بعدم که هر عددی رو بخواد میتونی به دست بیاری. اما با اینکه ساده است، من یه سوال دیگه هم براتون حل میکنم که قشنگ جا بیفته. خب سوال بعدی گفته که در الگوی مقابل تعداد دایره ها در شکل 12 کدام است. سوال تجربی خارج از کشور 98، سوال پارسال بوده. گفته که تعداد دایره ها در شکل 12 کدام است. خب بریم اول تعداد دایره ها رو حساب کنیم، تشخیص بدیم الگومون چیه، خطیه، درجه 2، و بعد برای شکل 12 تعداد دایره ها رو به دست بیاریم. خب شکل اولی 5 تا دایره داره، شکل بعدی 6 تا که اینجا داره، 2 تا هم اینجا، 8 تا، و شکل بعدی اینجا 4 تا، اینجا هم 4 تا، 8 تا با این 3 تا میشه 11 تا. پس 5 8 11. بریم فاصله شون رو حساب کنیم. فاصله اینا 3 تا بوده، اینجا هم 3 تا بوده. فاصله ثابت یعنی الگوی خطی. پس تا اینجای کار ما الگوهای خطی رو تشخیص دادیم، حالا کافیه که جمله عمومیش رو حساب کنیم. TN مساوی میشه با، گفتیم مقدار ثابت میشه ضریب N، همیشه اینجوریه، این مقدار ثابتی که اینجا داری میشه ضریب N. خب حالا چیکار کنم؟ میگم اگه N رو بذارم 1 باید به N 5 بده. خب اینجا وقتی من N رو میذارم 1 میشه 3، یه به علاوه 2 هم اینجا اضافه میشه. پس به این شکل الگوی خطیمون جمله عمومیش به دست اومد. خب حالا بریم ادامه بدیم. در ادامهش گفته که در شکل 12 تی 12 مساوی میشه با 3 ضرب در 12 به علاوه 2، 3 تا 12 تا 36 تا به علاوه 2 هم که میشه 38. این هم سوال کنکور تجربی خارج از کشور 98 که به همین راحتی با یه الگوی خطی، یه جمله عمومی و جوابم به دست اومدن. خب بریم سوال بعدی رو حل کنیم. دسته بعدی باز سوال آزمون قلمچی بوده برای پارسال. گفته با توجه به الگوی مقابل تعداد چوب کبریت ها در شکل 10 کدام است. بریم ببینیم باز الگوش چجوری بوده. تعداد چوب کبریت ها اینجا که 3 تا اینجوری داریم، 2 تا هم اینجا میشه 5 تا. باز بعدی رو اگه دقت کنی یه 4 تا بهش اضافه شده میشه 9 تا. باز بعدی 4 تا بهش اضافه شده میشه 13 تا. پس باز داره 4 تا 4 تا اضافه میشه. پس الگومون یه الگوی خطیه. بریم جمله عمومیشو بنویسیم. گفتیم این 4 میشه ضریب n، 4 n و
میدونیم که اگه اینو بذاریم یک به همون پنج میده. خب من اینو اینجا میذارم یک میشه چهار، برای اینکه پنج بشه یه دونه یک هم جلوش اضافه میشه. پس اینم میشه جمله عمومی این الگوی خطی. خب اینم به این شکل. و حالا گفته که تعداد چوب کبریت در شکل دهم تی ده مساوی میشه با چهاره ضرب در ده به علاوه یک. خب میشه چهل به علاوه یک هم که میشه 41 به همین راحتی. خب این تا اینجا از الگوهای خطی. ببینیم دیگه سوال این شکلی داریم یا نه. آره یه دونه سوال دیگه هم حل کنیم از این قسمت. گفته که در الگوی شکل مقابل تعداد پاره خطا در شکل دهم کدام است؟ خب تعداد پاره خطا برای این شکل، خب این الان نگاه کنیم یه چهار وجهیه، یعنی سه تا پاره خط اینجا داره، سه تا هم که به این شکل یالهای این شکل چند وجهی هم، بنابراین سه تا پایین سه تا هم بالا میشه 6 تا پاره خط. شکل بعدی چهار تا این پایین داره، چهار تا همین قسمت بالا داره میشه 8 تا. و مورد آخر 5 تا این پایین داره، 5 تا هم که اومده بالا میشه 10 تا. پس تعداد پاره خطا تو این سه تا شکل به دست اومد. ببینیم فاصله شون چجوری بوده. فاصله اینا 2 تا بوده، فاصله اینا هم 2 تا بوده. پس الگومون یک الگوی خطیه. خب حالا چیکار کنیم؟ میگیم که تی ان مساوی میشه با 2 تا اضافه شده میشه 2 ان. و ما میگیم که اگه بهش یک بدیم بهمون 6 میده. خب من یک رو میدم به این میشه 2، یه به علاوه 4 هم اینجا قرار میدم. پس تی ان برابر میشه با 2 ان به علاوه 4. خب حالا ببینیم چی میخواد. گفته تعداد پاره خطا تو شکل دهم تی 10 مساوی میشه با 2 ضرب در 10 به علاوه 4 که میشه 24. این هم از آخرین سوال مربوط به الگوهای خطی که با همین روش ساده‌ای که من اینجا گفتم خدمتتون قابل محاسبه است. خب بریم حالا ببین الگوهای خطی کلن دو تا تیپ سوال داره. یه تیپ سوالش مثل اینه که الان اینجا برات حل کردم، یه دونه شکلایی بهت میده که قرار جمله عمومیشو حساب کنی و آخرش به اون شماره مورد نظرش برس. چند تا سوالی که حل کردیم همش همینا بود. ببین این سوال اولی که همین جوری بود، سوال بعدی سوال کنکور بود، تعداد دایره‌ها تو شکل 12 می‌خواست، سوال بعدیمون تعداد چوب کبریت‌ها توی شکل 10 می‌خواست و مورد آخر هم که تعداد این پاره خط‌ها رو توی شکل 10 می‌خواست. خب حالا دقت کن، یه تیپ دیگه هم داریم از سوالات خطی، الگوهای خطی که به این شکله. دقت کن دیگه نمیاد اون الگو رو بهت بده، میاد میگه که در یک الگوی خطی، یعنی اینجوری شروع میشه در یک الگوی خطی و بعد در مورد اون الگوی خطی صحبت میکنه. ببینیم چی گفته. در یک الگوی خطی جمله سوم برابر 7 و جمله هفتم برابر با 15. پس ببین چه تیپ سوالی داریم. میگه که در یک الگوی خطی دیگه در مورد جملاتش صحبت نکرده، یعنی در مورد خود الگو صحبت نکرده، اومده دو تا ویژگی از اون الگوی خطی رو بهمون داده. مثلا جمله سومش بوده 7، جمله هفتمش بوده 15. حالا سوال بعدیمون هم باز به همین شکله، حالا یه کوچولو تغییر داره ولی تیپ کلیشون اینجوریه. در یک الگوی خطی دو تا ویژگی از اون الگوی خطی رو بهمون داده. خب حالا با توجه به این ویژگی که به ما داده، بعد میگه جمله عمومیش چیه یا مثلا جمله 20مش چند میشه. خب برای حل این سوالات خوب دقت کن. هر زمان که الگویی به شما داد ولی جملاتشو به شما نداد، یعنی جمله اول دوم سومشو به شما نداد، به محضی که گفت الگومون یک الگوی خطیه اینو مینویسی تی ان مساویه با آ ان به علاوه بی. ما گفتیم الگومون خطیه. یعنی چی الگوی خطی؟ یعنی الگویی که درجه متغیرش یک باشه، یعنی آن به علاوه بی. خب این قسمت اول سوال. حالا اینجا رو دقت کن، گفته جمله سومش یعنی تی سه برابر 7 بوده و تی 7 برابر با
15. خب الان دیگه من ادامه شو باید چیکار کنم؟ ببین تی 3 رو داده، تی 7 هم، تی 7 هم داده و تی ان هم که میدونیم یک الگوی خطیه. خب من اصلا کار به ادامهش ندارم. برای اینکه بتونم این جمله عمومی رو حساب کنم بهتره که اینا رو جایگذاری کنم، یعنی تنها راهش همینه. پس تی 3 که میشه 7 مساوی با آ ضرب در 3 به علاوه b، یعنی اومدم 3 رو جایگذاری کردم اینجا 7 رو بهم داد و 7 رو جایگذاری میکنم میشه آ ضرب در 7 به علاوه b. خب الان اینجا دو تا معادله داریم، دو تا مجهول. من اینا رو توی یه دستگاه بنویسم میشه 3 آ به علاوه b مساوی 7 و 7 آ به علاوه b مساوی با 15. خب دیگه شما بلدین که چجوری دستگاه معادلات حل کنین، ولی الان اینجا من راحته که بیام اینا رو از همدیگه کم کنم. ببین وقتی که اینا رو از همدیگه کم میکنی این میشه منفی 4 آ، یا این که نه فقط بالایی رو در یه دونه منفی ضرب کنیم، اینجوری هم میشه اگه نخواهیم این کار رو انجام بدین. بیایم اینو در یه دونه منفی ضرب کنیم. حالا که اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم میشه 4 آ، بیام خط میخورن مساوی 8، آ برابر با 2 میشه. خب حالا 2 رو کافیه که توی یکی از اینا بذاریم. ببین من 2 رو بذارم توی مثلا این قسمت میشه 14 به علاوه b شده 15، پس b برابر با 1 بوده. خب a رو داریم 2، b رو هم داریم 1، پس جمله عمومیمون بوده 2n به علاوه 1. سوال چی میخواد؟ سوال جمله عمومی رو میخواد، جواب گزینه 4. خب اینم از نوع دوم الگوهای خطی که خب خیلی راحت، یعنی شما به محضی که دیدی الگومون خطیه اینو بنویس، بعد دیگه نگران نباش، سوال با همین کاری که کردی حل میشه به همین راحتی، روش حلش همینه. بریم یه دونه سوال دیگه هم از اینجا براتون گذاشتم اینم حل کنیم. گفته که در یک الگوی خطی جمله هفتم 31 و جمله دهم 8/5 جمله پنجمه. بریم باز دوباره اینا رو هایلایت کنیم. ببین توی این قسمت گفته در یک الگوی خطی، یعنی به محضی که اینو دیدی این شکلی بنویس، تی ان مساوی با آن به علاوه بی بوده. خب ادامش گفته جمله هفتم بوده 31، این یه رابطه، جمله دهم 8/5 جمله پنجم بوده. بریم اینا رو ریاضی بنویسیم. جمله هفتم بوده 31، تی 7 برابر با 31 بوده. خب این تا اینجا. قسمت بعدی جمله دهم 8/5 جمله پنجم بوده. جمله دهم 8/5 جمله پنجم بوده. خب این هم تا اینجا. گفته حالا جمله 20 این الگو چی میشه؟ پس ما باید الگوی خطی رو داشته باشیم و بعد بریم سر وقت جمله 20. خب حالا اینجا رو ببین، من میام جای n یه دفعه 7 میذارم که 31 رو بهم بده، پس 31 مساوی میشه با 7 a به علاوه b، این یه رابط. خب رابطه بعدی ببین تی 10 من جای nش باید 10 بذارم، این میشه 10 a به علاوه b مساوی با 8/5، جای اینم باید 5 بذارم میشه 5 a به علاوه b. خب یه رابطه هم اینجا بر حسب a و b حساب کردیم. من الان اینجا میتونم طرفین رو در یه دونه 5 ضرب کنم، پس اگه طرفین در یه دونه 5 ضرب بشه چی میشه؟ 50 a به علاوه 5 b. خب 5 این وری که خط میخوره و 8 رو اگه ضرب کنیم 40 a به علاوه 8 b میشه. خب و من اگه همه رو بیارم یه طرف میشه 10 a، نه خط میخوره، این 8 هم که بیاد این طرف منهای 3 b مساوی با 0.
ببین یه رابطه دیگه هم اینجا پیدا شد. پس یه دفعه اومدم تی 7 رو حساب کردم شد 7 آی به علاوه بی مساوی 31. یه دفعه هم که این رابطه رو که جایگذاری کردم شد 10 آی منهای 3 بی. خب حالا چیکار کنم؟ دستگاه حل میکنم. اینو می نویسم 7 آی به علاوه بی مساوی 31 و اینم که می نویسم 10 آی منهای 3 بی مساوی با 0 شده. برای اینکه این دستگاه رو بتونم حل کنم در یه دونه 3 اون بالایی رو ضرب میکنم. 7 آ که ضرب در 3 بشه میشه 21 آ به علاوه 3 بی مساوی با 93 ضرب در 3 کردم و پایینی هم که همون 10 آ منهای 3 بی مساوی 3. ساده کنیم بیا با هم خط میخورن و در نتیجه 31 بی 31 آ مساویه با 93 میشه. خب خیلی راحت آ از اینجا به دست میاد 3 و کافیه که 3 رو من مثلا توی این جایگذاری کنم. از اینجا اگه جایگذاری کنم بیام به دست میاد. ببین 3 ضرب در 10 میشه 30. سی من های 3 برابر یه عددی شده 0، یعنی بیمون باید 10 باشه. خب در نتیجه جمله عمومی به دست اومد. جایگذاری میکنم تی ان مساوی میشه با به جای آ 3 به دست اومد 3 ان به علاوه 10. تمومه دیگه. حالا چی بخواد از ما؟ جمله 20 این الگو کدام است؟ خب 20 رو میذاریم داخل این دیگه. 20 رو که اینجا بذارم میشه 60 به علاوه 10 میشه 70 و جواب سوال میشه گزینه دوم. خب اینم از یه سوال الگوی خطی که گفتم. نوع دوم الگوی خطی به این شکله که به جای اینکه خود الگو رو به شما بده دو تا از جملاتش رو یا رابطه بین دو تا جملهش رو بهتون خواهد داد و گفتم توی اینا اون کلمه کلیدی الگوی خطی رو که دیدین حتما جمله عمومی آن به علاوه بی رو می نویسین و بعد سوال رو حل می کنین. خب تا اینجای کار الگوهای خطی رو گفتیم. من یه دونه دیگه هم از این الگوهای خطی حل کنم. آره آخرین سوال الگوهای خطی رو اینجا حل کنیم و بعد میریم سر وقت الگوهای غیر خطی درجه دو و اون وسط هم یک استراحت میدیم. حالا اگه سوالی رو اینجا براتون پیش اومده تا اینجا سوالا رو بنویسین که من بعد جواب بدم. ببین سوال آخر الگوهای خطی گفته اگر دنباله‌ای با جمله عمومی داده شده یک دنباله خطی باشه. تا همینجا نگه می‌داریم. اول باید تکلیف اینو مشخص کنیم. خب یک دنباله خطیه این چیزی که اینجا نوشته. دنباله خطی چی بود؟ گفتیم دنباله خطی به دنباله گفته میشه که توان n-ش یک باشه. خب این که الان نامرتبه، بریم مرتبش کنیم ببینیم اصلا چی بوده. این an مساوی میشه با اینو که تو این ضرب کنیم میشه دو برابر an. ببین میشه دو an منهای آن به توان دو. خب این از ضرب این دوتا عبارت. بقیهش هم می نویسم به علاوه چهار ان دو منهای آ. خب الان یه مقداری هنوز نامرتبه. من میام یه دونه ان دو اینجا فاکتور می گیرم. خب اگه من یه دونه ان دو فاکتور بگیرم به این شکل در میاد. ان دو رو که جدا کنم یه دونه چهار میمونه یه دونه منهای آ، یا یه دونه منهای آ میمونه یه دونه مثبت 4، فرق نمیکنه دیگه. این قسمته میمونه، بقیه‌اش هم که خودشه دیگه، به علاوه 2 آ ان و منهای آ. اینجا رو فقط اشتباه نکنید. ببین این ان اندیسه، اینجا آ ضرب در ان، اینا رو حواستون باشه. خب ما گفتیم الگومون باید یک الگوی خطی باشه. الگوی خطی یعنی توان انش یک باشه نه دو. خب اینجا دوه چی میگه؟ اگه ما میتونیم توی الگوی خطیمون دو داشته باشیم
پس بنابراین یه کاری کنیم که این صفر بشه. اگه ضریب n2 رو بتونیم صفرش کنیم، کلن جمله n2 از بین میره و الگوی ما یه الگوی خطی میشه. پس طبق این نتیجه میگیریم که آ باید حتما 4 باشه. یعنی آ 4 باشه که 4 منهای آ بشه 0 که این جمله کلن خط بخوره. خب این هم از این. حالا که آ رو به دست آوردیم، من آن رو اینجا مینویسم. ببین این تیکه که 0 شد هیچی، اینجا بذارم میشه 8 n منهای 4. دلیلش هم این بود که ما آ رو اینجا به دست آوردیم، عدد 4. خب این تا اینجا. پس سوال این قدینا رو گفته بود که بگه جمله عمومی این الگوی خطی، این دنباله خطی بوده 8 n منهای 4، ولی خب پیچونده بود. خب بریم ادامش. گفته که و جمله دوم دنباله tn برابر آسه بوده. من فکر می‌کنم طراح تو این سوال خیلی بی‌اعصاب بوده و هر چی که تو الگوهای خطی به ذهنش رسیده رو اومده تو این سوال آورده، ولی کلا سوالش سوالی نیست که ما نتونیم حل کنیم، ولی خب یه سوال طولانی داده که هر چی که به ذهنش میومده رو توی این سوال پیاده کرد. خب ایرادی نداره. من tn رو اول اینجا بنویسم، باز یه بار دیگه میخونم که سوال رو بفهمیم. بی دوم n که اینو نداریم، همجوری مینویسم، ولی آ رو داریم. ببین آ که اینجا بود 4 و علاوه 16. خب یه لحظه بیایم ببینیم این طراحه چرا اینقدر اعصابش خورد بوده یه همچین سوالی داده. یه دفعه دیگه سوال رو بخونیم یه مقداری برای ما قابل فهم‌تر بشه، یه کمی آروم‌تر و سوال رو حل کنیم. ببین آ ان رو بهمون داده بود، ولی یه مقداری بی‌اعصاب بود، کلی کارا روش انجام دادیم که رسوندیمش به 8 ان منهای 4. من میخوام آخرش رو بگم که بدونیم الان چی داریم. یه الگوی خطی داده بود که ما سادهش کردیم شدیم. یه الگوی خطی دیگه داده بود tn که بوده b دوم n به علاوه 16، که حالا ما جای a چون قبلا حساب کردیم، پس دو تا الگوی خطی اینجا به ما داده. حالا ببینیم چی از ما میخواد. میگه که جمله دوم این الگویی که اینجا داره با جمله سوم اون الگوی اولی برابره. ببین میخواسته اینو بگه، میخواسته بگه تی دو با آی سه برابره، ولی قشنگ این اومده به فارسی نوشته که شما یه مقداری شاید گیج بشین روی این قسمت، ولی آخرش منظورش این بوده که تی دو با آی سه برابر بوده. خب بریم اینا رو حساب کنیم. آی سه برابر میشه با، من اینجا میذارم، 3 ضرب در 8 منهای 4، 24 منهای 4 میشه 20. خب این تا اینجا. پس جمله سوم آ رو ما تا اینجا حساب کردیم و تی 2 رو حساب کنیم. 2 رو که بذارم بعد توی این یکی بذارم، بذاریم با اون آبی هم بنویسم، میشه بی دومه ضرب در 2 به علاوه 16، یعنی بی به علاوه 16. خب حالا اینکه این بنده خدا گفته که این دوتا با هم برابرن، پس b به علاوه 16 مساوی با 20 بوده، پس b هم برابر با 4 بوده. خب حالا چی میخواد؟ گفته که مقدار b کدام است؟ همینه دیگه، b برابر با 4 میشه. خب اینم تا اینجا. اینم یک سوال تقریبا میشه گفت وقتی، ولی سوال مهمی بود. ببین از اون سوالا بود که چند تا نکته توش جا گرفته بود و انگاری یکی از سوالات مهم الگوی خطی بود. یعنی اگه الگوی خطی رو بخوای خوب یاد بگیری، این سواله رو حتما یاد بگیر. من یک علامت کنار این سواله میزنم، این یه سوال مهمه، احتمالش خیلی کمه که تو کنکور بیاد، ولی اینکه از اون سوالاست که چند تا نکته رو تو خودش داره و یه سوال تقریبا میشه گفت سنگین و مهمی بودش. خب اینم از آخرین سوالی که مربوط به الگوهای خطی بود و اگه دوستان سوالی دارن بپرسن و یه استراحت کوتاه هم بشه که باز بتونیم الگوی درجه دو رو توضیح بدیم. اگه سوالی هست من در خدمت.
گفتن که صدا کمه اصلاح میشه. الان صدا رو داریم؟ صدا اوکی الان؟ البته فکر کنم متأخر میرسه به ما. خب اگه سوالی هست بپرسین که من جواب بدم. خیلی هم عالی. خب بریم ادامه بدیم و الگوهای غیر خطی درجه دو رو توضیح بدیم. ببینید الگوهای غیر خطی درجه دو به نظر من خیلی قشنگتر از الگوهای خطی، اونا که خیلی راحت بودن. الگوهای درجه دو از اوناست که وقتی میخونی و سر آزمون میری خیلی از بچه ها نمیتونن جواب بدن، یعنی اون نکته اصلیشو یاد ندارن شاید خیلی ها. بعد میبینی مثلا از آزمون میای بیرون همه الگوهای درجه دوشو زدی توی اون آزمون، ولی خب دوستات خیلی هاشون توشون مشکل داشتن یا اینکه تسلط کافی رو نداشتن. و از اون دسته سوالایی که الان نکتهشو بگم خیلی خوب یاد میگیری. خیلی من کلا با این قسمت بیشتر از الگوی خطی حال میکنم. حالا الگوی غیر خطی درجه دو رو میخوام دو تا روش براش بگم که چجوری جمله عمومیشو حساب کنی. خب این دو تا روش یکیشون خیلی سریعه ولی همه جا جواب نمیده. حالا الان توضیح میدم. یکیشون خیلی سریعه ولی همه جا جواب نمیده، یکیشون هم هست سریعه، یعنی به سریعه اون یکی نیستا، از روش تشریحی هم خیلی سریع تره ولی اون دیگه همیشه جواب میده. این دوتا روش رو گوش بده یاد بگی، ولی دیگه از این جا به بعد هر چی الگوی غیر خطی درجه دو بهت بدن رو میتونی حل کنی. خب الان اینجا من اول میام تعداد مربعها رو میشمارم. سه تا مربع اینجا داشتیم، بعد چهار تا اینجا، دو تا هم دو طرفش، 6 تا هم اینجا داشتیم. بعد دوباره ببین 9 تا اینجا داشتیم، دو تا هم دو طرفش، 11 تا هم اینجا داشتیم. خب من فاصله اینا رو که حساب میکنم، این فاصلهش بوده 3 تا، بعدی فاصلهش بوده 5 تا. اینا فاصله هاشون یکی نیست، پس الگوی ما دیگه الگوی خطی نخواهد بود. پس الگومون یک الگوی درجه 2. چرا مثلا یه الگوی دیگه نباشه؟ ببین وقتی که توی کتاب شما همین دو تا الگو رو گفته، وقتی خطی نبود دیگه شک نکنی الگوی درجه 2 بهت داده. پس بنابراین اینجا یک الگوی درجه 2 داریم. و حالا اول اون روش سری رو میگم. اگه روش سری تو این جواب داد، بعد میریم سوال بعدی تا برسیم به سوالی که دیگه این روش سری جواب نده. توی این روش سری وقتی که فهمیدی الگو درجه 2ه، من اسمش هم میذارم روش اندو، آخه چون فقط اندو توش داریم. تو روش اندو یا این روش سری که همیشه جواب نمیده، شما اندو رو اینجا بنویس، بعد بگو که اگه اینو بذارم 1 باید بهم 3 بده. خب اگه اینو بذارم 1 باید 3 بده. خب من اینو میذارم 1، مجبورم که یه به علاوه 2 هم جلوش بذارم. اگه 1 بهش بدم باید بهم 3 بده. خب الان درست شد. خب این برای جمله اول جواب میده. باید ببینیم برای بقیه هم جواب میده یا نه. n مساویه با 2. اینو اگه بدم باید بهم 6 بده. ببینم جواب میده یا نه. 2 رو میذارم، 4 به علاوه 2 میشه 6. برای اینم جواب داد. برای یه دونه دیگه هم حسابش میکنم. n رو میدم 3. 3 که بدم باید بهم 11 بده. 3 رو میذارم اینجا میشه 9 به علاوه 2 میشه 11. اینم درسته. پس این روشه جواب داد. و الگوی درجه 2 رو به همین راحتی اینجا نوشتیم. پس روش اندو یا روش فوق سری برای بعضی از سوالات خاص به همین شکله. اندو رو بنویس،
و بعد یه عدد جلوش اضافه یا کم کن که بتونی اون اولی رو باهاش بسازی. بعد برای دو تای دیگه هم امتحان کن، یعنی جمعاً بعد برای سه تا امتحانش کنی. اگه برای سه تا جواب داد، این الگوش به دست اومده به همین راحتی. خب حالا چی میخواد از ما؟ گفته برو تعداد مربعات تو شکل نهم رو حساب کن. 9 به توان 2 به علاوه 2 81 به علاوه 2 میشه 83. جواب گزینه دوم. ببین الگوی درجه 2 خیلی بهتره. بریم یه سوال دیگه. در الگوی زیر تعداد دایره‌ها در شکل 17 هم کدام است؟ خب تعداد دایره‌های اولی بوده 4 تا. تعداد دایره‌های بعدی 3 تا اون بالا داشتی، 4 تا هم اینجا داشتی که میشه 7 تا. تعداد دایره‌های بعدی اینجا که انگاری 9 تا داشتی، 3 تا هم بهش اضافه کنی میشه 12 تا. خب بریم ببینیم آیا الگومون خطیه یا درجه 2. اینجا 3 تا اضافه شده، اینجا 5 تا اضافه شده. شک نکن الگومون یک الگوی درجه 2. خب حالا بریم ببینیم روش N2 یا اون روش سریمون جواب میده یا نه. من اینجا میذارم N2 برای اینکه ببینم جلوش چه عددی باید بذارم. میگم اگه یک بهش بدم باید 4 بده. پس بنابراین یک رو که میدم اینجا باید یه دونه سم بهش اضافه بشه. میشه N2 به علاوه 3. خب حالا حدس میذارم که الگوش این باشه چون برای اینکه جواب داد. ببینیم برای 2 هم جواب میده یا نه. اگه 2 بهش بدیم باید بهمون 7 بده. امتحان میکنم. اینو میذارم 2. 2 بذاریم اینجا 4 به علاوه 3 7. برای اینم جواب داد. اینو میذارم 3. 3 که بهش بدم باید 12 بده. ببینیم چجوریه. 3 به توان 2 9 به علاوه 3 12. پس الگویه، یعنی جمله عمومیه این الگومونم میشه N2 به علاوه 3. پس این درسته. خب بنابراین الان اگه اینجا ما بیایم عدد 17 رو قرار بدیم میشه 17 به توان 2 به علاوه 3. خب 17 به توان 2 چقدر میشه؟ میشه 287 به علاوه 3 هم که بشه میشه 292. جواب گزینه سوم. خب اینم به این شکل. اینم یه سوال راحت دیگه. خب بریم قسمت بعدی، سوال بعدیمون. ببینیم آیا اینم با همین روشی که گفتیم جواب میده یا نه. اینجا رو خوب دقت کن. تعداد دایره های اولی رو که بشماریم میشه یه دونه. تعداد دایره های بعدی بذار اینجا بنویسم، زیر خودش بنویسم بهتر. تعداد دایره اولی بوده یکی، بعدی دو تا. بعدی 4 تا بوده. بعدی اگه بشماریم 4 تا، اینجا 3 تا هم که بهش اضافه شده میشه 7 تا. بعدی 4 5 تا اینجا بوده، 3 تا هم اینجا بوده 8 تا، با 3 تا دیگه 11 تا. یه دونه به این اضافه شده، دو تا به این اضافه شده، سه تا به این اضافه شده و 4 تا. پس الگوی ما از حالت الگوی درجه 1 یا الگوی خطی خارج شد. بریم ببینیم با اون روش سریعی که گفتیم جواب میده یا نه. n به توان 2 اگه nشو بذارم 1 باید 1 بده. خب پس خود n 2 دیگه. حالا برای بقیه امتحان کنیم. n مساوی با 2 که میدم باید 2 بده. غلط شد. چون اگه من اینجا اینو بذارم 2 میشه 4. پس ببین این روش سریعی که ما گفتیم اگه جواب بده رد شد رفت دیگه، پس جواب نداد دیگه، کاری بهش نداریم. خب حالا یه روش کلی داریم که اونم تقریبا به نسبت روش تشریحی کتاب سریع تر. خب وقتی که اون روش بالا دیگه جواب نداد میگیم شکل کلی الگومون به این شکل میشه. میشه آن به توان 2 به علاوه bn به علاوه c. چرا اسمشو گذاشتیم درجه 2؟ چون شکل جمله عمومیش درجه 2 بوده. همون روش سری هم درجه 2 بوده. پس شکل کلی یک الگوی درجه 2 اینه که تو روش سری فقط همون جمله اول و آخر رو داره. خب پس وقتی روش سری ما جواب نداد
یعنی جملمون یه دونه بی ان هم داره، یعنی یه دونه ضریب ان یا توان یک هم داره. خب الان مشکل ما اینجاست که این آ بی سی رو چجوری حساب کنیم. خب خیلیاتون الان ممکنه بگین که کاری نداره، یه دفعه میایم یک رو میذاریم باید یک بده، دو رو میذاریم باید دو بده، سه رو میذاریم باید چهار بده، یه دستگاه سه معادل سه مجهول حل میکنیم. هرجور گفتنش خودش زمان بره و مشخصه که ما با این روش نمیخوایم ABC رو پیدا کنیم. حالا ببین میخوام چیکار کنم. خیلی خوب اینجا رو دقت کن و این روابطی رو که میگم رو حتما یاد بگیر. ببین من یه دفعه دیگه میام فاصله بین اینا رو حساب میکنم. گفتم که فاصله شون ثابته و درجه دوه. اینجا ببین فاصله شون همش شده یک. پس این جملات دنباله بودن، اینجا فاصله جملات دنباله بود و این پایینی هم فاصله شون بود. خب حالا اینا به چه دردمون میخوره؟ من میام این سه تا عدد، ببین فقط این سه تا عدد، نه سه تا عدد بعدیش نه بعدیش نه بعد، فقط همین سه تا عدد رو در نظر میگیرم و این چیزایی که می نویسم و همیشه دیگه برای الگوی درجه دو همینا رو می نویسی. ببین پایینی رو میگیری دعا، پس پایینی همیشه دعا، وسطیه سه آه به علاوه بی و اولیه آه به علاوه بی به علاوه سی. الان باز ممکنه بپرسی همیشه؟ میگم آره تو همه الگوهای درجه دو این چیزایی که میگم و برای این سه تا عدد اولی میتونی بنویسی و همیشه همینا رو مینویسی. خب حالا نوشتن اینا به چه دردمون میخوره؟ ببین پایینی رو که بگیری آ به دست میاد یه دوم به همین راحتی دیگه، پس اون دستگاه سه معادل سه مجهول کاری بهش نداریم. آ برابر میشه با یه دوم. خب یه دوم رو برمیدارم میذارم تو بالایی، از پایین شروع کن، میشه سه تا یه دوم به علاوه یه بی شده یک. خب سه تا یه دوم که میشه یک و نیم، ببرم اون ور از یک کم کنم میشه منفی یک و نیم، پس منفی نیم، پس بی میشه منفی یه دوم. خب اینم از بی، باز دوباره اینا رو میذاریم تو آخری، پس میشه یه دوم به علاوه منفی یه دوم به علاوه سی مساویه با یک شده. من جایگذاری کردم، پس از اینجا هم سی به دست میاد یک. دیگه از این روش سریعتر برای به دست آوردن آ بی سی نداریم. به همین راحتی یه بار دیگه توضیح میدم، خوب دقت کن. جملات دنباله رو مینویسی، فاصله شون رو حساب میکنی، فاصله شون هم حساب میکنی، این تا اینجا. بعد میای این سه تا عدد اولی رو در نظر میگیری، کار به بقیهش هم دیگه نداری. خب حالا این سه تا رو داری، همیشه پایینی رو مینویسی دو آ، وسطی رو مینویسی سه آ به علاوه بی و اولی رو مینویسی آ به علاوه بی به علاوه سی. خب دیگه حالا باید از پایین شروع کنی اینا رو حساب کردن. آ از اینجا به دست میاد یه دوم، میذاری تو بالایی، بی به دست میاد منفی دوم و سی هم به دست میاد یک. پس جمله عمومیش به دست اومد، تی ان مساویه با یه دوم ان دو منهای یه دوم ان به علاوه یک. خب همینطور که میبینی اصلا مشخصه که با روش سری ما نمیتونستی اینو به دست بیاریم. خب حالا که تی ان به دست اومد، جمله چندم میخواد تعداد دایره ها در شکل دهم. حالا میریم اینو میزنیم ده، پس تی ده مساوی میشه با ده به توان دو صد، صد تقسیم بر دو پنجاه، منهای ده تقسیم بر دو پنج به علاوه یک، پنجاه منهای پنج چهل و پنج به علاوه یک چهل و شیش، جواب میشه گزینه سوم. اینم از روش کلی حل این الگوهای غیر خطی درجه دو. بازم حل میکنم برات، فقط این رو بعد کلاس حتما تکرار کن که این مطالبی که میگم رو فراموش نکنی. ببینید بچه های ریاضی همیشه توی درس ریاضی پرچمشون بالاست و معمولا توی کلاسایی که ما با بچه های ریاضی داریم و حسابان داریم، تمام نکاتی رو که توی
جاهای مختلف، آزمونای مختلف، کتابای مختلف بیاد و همیشه ما به بچه ریاضی به طور کامل میگیم و ازتون هم میخوام که بعد از کلاس حتما این نکات رو بررسی کنین، چون واقعا تعداد نکاتی که میگیم خیلی زیاده و اگه روی هم بشه واقعا دیگه از پسش بر نمیایین و بعد زمان خیلی زیادی رو بذارید. پس خواهشی که ازتون دارم، نکاتی که اینجا گفته میشه، سوالاتی که حل میشه، ما معمولا تعداد سوال زیادی رو توی کلاس حل میکنیم، خواهشی که ازتون دارم بعد کلاس همون موقع، نمیدونم 2 ساعت بعدش، صبح روز بعدش، حتما این سوالات کار بشه، حتما خلاصه برداری بشه از نکاتی که میگم، جایی که احساس میکنین باید یه دستبندی انجام بدین، اگه بتونین یک نمودار درختی برای اون قسمت بکشین، اینا همشون میتونه توی یادگیریتون کمک کنه و اصلا مطالب رو خواهشن، مخصوصا بچه های ریاضی که همه درساتون کلا ریاضیه دیگه، اینجوری نشه که مطالب رو هم بشه و بعدا یه مقداری که از سال بگذره دچار گیجی بشین و خب این خیلی بده. بریم سوال بعدی. ولی بذارین قبلش من یه سوال رو خودم بگم، یه دونه دیگه هم از اینا حل کنیم. بذار ببینم صفحه خالی داریم اینجا. بذاریم اینجا می نویسم. چه صفحه خالی بهش اضافه کرد؟ یه صفحه خالی اینجا برام اضافه کنید. صفحه خالی اضافه کردیم؟ خب عالی، مرسی. مرسی من. خب من یه دونه سوال دیگه هم از الگوی غیر خطی درجه 2 براتون حل کنم. 3 5 بعد 9 و بعد اینجا هم 4 تا اضافه شد، 6 تا اضافه کنیم میشه 15، 8 تا اضافه کنیم میشه 23 و 33. باز میخوام اینو با روش کلی براتون حل کنم که باز براتون یادآوری بشه و اون 3 تا رابطه ای که گفتم رو حتما یاد بگیریم. خب اول بریم فاصله بین اینا رو حساب کنیم. ببین اینجا که 2 تا اضافه شده، بعد 4 تا اضافه شده، بعد 6 تا، بعد 8 تا و بعد 10 تا. پس این الگو از حالت خطی خارج شد. یه بار دیگه فاصله شون رو حساب میکنم. 2 تا، 2 تا، 2 تا و 2 تا. پس الگوی ما یک الگوی خطی غیر خطی درجه 2 ببخشید. یک الگوی غیر خطی درجه 2. چرا؟ چون فاصله شون ثابت شده. خب حالا گفتم که همیشه با این 3 تا عدد کار داریم. خب با این 3 تا عدد همیشه کار داریم. پس بنابراین من بیام اون 3 تا عبارتی رو که گفتم برای این یادداشت کنم. ببین گفتم اینجا پایین رو میذاریم 2a، این وسط رو میذاریم 3a به علاوه b و اولی رو میذاریم a به علاوه b به علاوه c. و بازم تأکید میکنم که حتما اینا رو برای این 3 تا جمله باید بنویسی. خب حالا بریم از پایین این a و b و c رو پیدا کنیم. از اینجا a برابر با 1 میشه، 1 رو میذارم تو بالایی، میشه 3 به علاوه b مساوی 2. پس b هم برابر با منفی 1 میشه از اینجا و در نتیجه بذاریم تو قسمت بالایی این دوتایی که حساب کردیم و میشه 1 به علاوه منهای 1 به علاوه c که گفته مساوی با 3 شده. خب اینا که خط میخورن و c برابر با 3 میشه. خب الان اینجا هم الگوی درجه 2 به دست اومد دیگه. بریم بنویسیمش. شکل کلیش بود tn مساوی با an2 به علاوه bn به علاوه c. خب abc‌ش هم که به دست اومد، پس جمله عمومیش میشه a از اینجا بوده 1 پس میشه n2، b بوده منفی 1 میشه منفی n و c هم بوده 3 به علاوه سه. این هم از جمله عمومیه این الگوی درجه 2. خب خیلی هم عالی. بریم یه دونه سوال دیگه هم داریم که ترکیبی از این دوتا بوده.
بگیر که سر کلاس هم یه بیست دقیقه به شما. خب بریم قسمت بعدی، الگوی غیر خطی درجه دو. ببینین توی الگوی غیر خطی درجه دو یه سوال دیگه هست که یه سری الگوهای رنگی و سفید رو داریم و الان گفته که با توجه به شکل مقابل در شکلی که تعداد مربعهای سفید برابر با 81 بوده تعداد مربعهای رنگی چقدر؟ ببین سوال یک سوال کاملا ترکیبی شده، یعنی هم اینجا الگوی مربعهای رنگی برای ما مهمه و هم الگوی مربعهای سفید. خب اینا برای ما اهمیت داره و ببینیم گفته که توی شکلی که تعداد مربعهای سفید برابر با 81 بوده، بریم الگوی سفیدا رو اول پیدا کنیم. ببین الگوی سفید بوده 0 1 4 و ببین همینجور که داره اضافه میشه تو شکل بعدیمون رو اگه من میومدم رسم میکردم این قسمت وسط، ببین 0 تا مربع یه دونه 4 تا مطمئنا بعدی میشه 9 تا، یعنی شکل ما به صورت N2 داره میره بالا، یعنی توان 2 داره میره بالا. خب این از الگوهای مربعهای سفید و الگوی رنگی ها رو اگه من اینجا بخوام بنویسم، اول 4 تا بوده، بعد 3 تا اینجا، 3 تا اینجا، 6 تا، 8، بعدی 4 تا اینجا، 4 تا این پایین، با این 4 تا 12 تا. پس اینم از الگوی مربعهای رنگی. خب حالا دقت کن، گفته که در شکلی که تعداد مربعهای سفید برابر با 81 بوده، من هم میتونم الگوی اینو حساب کنم هم که اینو ادامه بدم. ببین ادامه بدم خیلی راحت تره، بعدی این چون توان 2 بوده، بعدی این بوده، بعد از 9 میشه 16، یعنی 4 به توان 2، بعدی بوده 25، بعدی بوده 36، بعدی بوده 49 و بعدی بوده 64 و 81. چون مربع کاملا هستن دیگه، من به جای اینکه بیام الگوشو حساب کنم ببینم چه جوری به دست اومده و اینا، چون میدونم الگوی من یک الگوی درجه 2ه، پس بنابراین میام از اینجا جملات رو ادامه میدم تا به 81 برسم. خب بچه ها کدوم جمله شده 81؟ ببین من اومدم اینا رو حساب کردم، تک تک اینا رو رفتم جلو تا رسیدم به 81. ببین 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 دهمین جمله من بوده. پس دیگه نمیخواد برم الگوش رو حساب کنم ببینم کجا برابر با 81 بوده، چند تاشو رفتم جلو به 81 رسیدم و فهمیدم که جمله دهم منه. پس این شد جمله دهم. خب حالا گفته که توی شکلی که تعدادشون 81 بوده تعداد مربعهای رنگی چقدر بوده، پس ما الان اینجا شکل دهم اینو میخوایم. خب ببینیم این چه جوری بوده. 4 8 12، 4 تا 4 تا داره میره جلو و الگوش میشه 4n و اگه بهش 1 بدم باید 4 بده، همینه، یعنی الگوش شده 4n. پس جمله دهمش برابر با 40 میشه و همین راحتی جواب میشه گزینه 1. اینم یه سوال ترکیبی. مثلا ممکنه که توی یه سوال دیگه بگه که تفاضل مربعهای سفید از مربعهای رنگی مثلا تو شکل شیشم، یا حالتهای مختلفی که ممکنه دو تا الگو رو از شما بخواد. حالا توی کتابی که تست میزنین یا سوالاتی که من براتون میفرستم با یه همچین چیزایی مواجه میشین که ممکنه قرار باشه دو تا الگو رو توی اون قسمت حساب کنیم. خب اینم از آخرین سوال الگوهای غیر خطی درجه 2. اگه جایشو سوال دارن دوستان میتونن بپرسن که یه استراحت 2-3 دقیقه هم داشته باشیم که باز بتونیم با انرژی ادامه درس رو بگیم. اگه سوالی هست من در خدمتم. توی هر کدوم که سوال داشتین بگین اونو بیاریم با هم دیگه باز کار کنیم.
روشنه؟ نکن بچه صدای منو دارین؟ آره حتما، من از این قسمت براتون توی تمریناتون سوال خواهم گذاشت، چون این قسمت قسمت مهمیه و توی سوالای کنکورمون میتونه بیاد. یعنی ما از درجه دو هنوز سوال به این شکل نداشتیم، البته امسال داشتیم، براتون حل میکنم جلوتر، ولی آره حتما توی تمرینایی که براتون میذارم و حتی توی آزمونایی که بعدا ازتون بخوام بگیرم از این قسمت سوال خواهم داد. اگه جایی شما مشکل دارید من باز توضیح بدم، توی روش کلی یا توی همون روش سریع اندوی که بهتون گفتم، اگه جایشو لازمه باز یه مثال دیگه براتون حل کنم که کامل براتون جا بیفته. خیلی هم عالی. خب اگه سوالی نیست بریم قسمت بعدی رو هم بگیم. اونجاست اگه لازم داری. خب قسمت بعدی دنبالای بازگشتی رو داریم. ببینین دنبالای بازگشتی باز یه نوع دیگه از دنباله ها هستن که حالا با هم مرور میکنیم که چجوری باید با اینا کار کنیم و سوالاشون رو حل کنیم. اینا دیگه برخلاف الگوهای خطی و غیر خطی درجه دو دیگه دوتا دوتا نمیدونم ستا ستا با یه ضریبی یا ترتیبی جلو نمیرن. برای اینا ببینین توی الگوهای بازگشتی به این شکل ما پیش میریم. مثلا این الگو یه الگوی معروف فیبوناچیه. اسم این الگو الگوی فیبوناچیه. خب چرا به این الگو میگیم یه الگوی بازگشتی؟ ببین جمله اول و دومش رو به عنوان فرض برای ما مشخص کرده این آقا. گفته جمله اول و دوم این دنباله‌ای که من به شما دادم هر دوتاش یک باشه. و بعد هر کدوم از جملاتش رو که میخوای قبلی ها رو با هم دیگه جمع کن میشه جمله بعدیش، یک با یک جمع میشه میشه دو. خب میگه که اگه باز دوباره جمله بعدیش رو خواستی حساب کنی دوباره این دوتا رو با هم دیگه جمع کن میشه سه. پس ببین دنباله بازگشتی به دنباله میگیم که هر جملهش از جمع جمله قبلی یا جملات قبلیش به دست بیاد. مثلا تو پایینیه اومده یه دنباله به ما داده گفته که جمله اولش دو بوده ولی جملات بعدیش دو برابر جمله قبلی بوده منهای یک. خب حالا الان ممکنه بپرسین خب ما از کجا اینو بفهمیم که دو برابر جمله قبلی بوده منهای یک، یا مثلا از کجا بفهمیم که اون آقا اومده دو تا جمله اولش رو تعریف کرده بعد گفته بقیه رو اینجوری بساز. تو این سوالات خوشبختانه جمله عمومی رو به شما میده. مثلا این آقای فیبوناچی که اومده این دنباله رو تعریف کرده گفته A1 و A2 این دنباله برابر با یک بوده، نیازی نیست شما حسابش کنین و هر جمله شو که میخوایی حساب کنی دوتا جمله قبلی رو با هم جمع کن. خب وقتی که اینو به ما داده دیگه ما مشکلی نداریم با این قضیه. یعنی مثلا میگه اگه A3 رو میخوایی حساب کنی 3 رو که اینجا بذاری میشه A2 به علاوه A1. خب به همین راحتی بعد میذاری اینجا جایگذاری میکنی مثلا این به 2 رو میده. یا مثلا اگه A4 رو میخوایی حساب کنی میشه A3 به علاوه A2 که باز حساب میکنیم 2 و 1 میشه 3 و همین راحتی. خب یا برای این یکی طراح وقتی که این سوال رو میده میگه A1ش برابر با 1 بوده با 2 بوده و هر کدوم از جملاتش رو که میخوای حساب کنی بوده 2 برابر جمله قبلیش منهای 1. یعنی از ما انتظار نداره که ما اون الگوشو خودمون بنویسیم مگه اینکه اون الگوی دقیقا همین الگوی فیبوناچی باشه. یعنی تنها الگوی بازگشتی که شما اونم لازم نیست ولی اگه بخواین حفظ کنی و مهمه الگوی فیبوناچیه که به این شکل براتون یادداشت کردم. خب پس الگوهای بازگشتی که خیلی راحته. الان ممکنه سوال کنید خب طرف که داره جمله عمومیش هم میده پس چی از ما میخواد؟ ببین ممکنه که طراح توی این سوال بیاد بگه که جمله
هشتم چند میشه؟ خب شما میگین راحته، هشت رو میذاریم به دست میاد. ولی مشکلی که الان اینجا وجود داره اینه. ببین وقتی که جمله هشتم رو میخوای حساب کنی، باید دو برابر جمله هفتم رو منهایی کنی. ولی جمله هفتم رو نداری. خب اومدیم باز جمله هفتم رو حساب کردیم. وقتی جمله هفتم رو اینجا میذاریم، باز جمله ششم رو نداری. باز جمله ششم رو میخوایم حساب کنیم. یعنی چی؟ یعنی تو دنبالای بازگشتی به شما میگه آقا اگه جمله دهم رو خواستی مجبوری تا جمله دهم رو حساب کنی، حتی اگه قبلی رو لازم نداشته باشی. از شما جمله دهم رو میخواد. شما وقتی میدونی دنبالت بازگشتیه، مجبوری تا جمله دهم رو حساب کنی. پس اینکه اون طراح میاد این جمله عمومی رو بهت میده، دلش براتون نسوخته، گفته خب حالا که من اینو به تو میدم، تو برو 10 تا از این جملات رو حساب کن. پس تنها راهش هم همینه. و الان ممکنه سوال براتون پیش بیاد آیا راه تستی تری نداره؟ اصلا تستی نیست، روش الگوی بازگشتی کلا همین، اصلا تعریفشون همینه. چرا براشون اسم بازگشتی گذاشتن؟ یعنی میگه هر جملهش رو که میخوای برگرد رو جملات قبلیش. پس لزومی نداره که ما بتونیم از راه سریع ترین رو حل کنیم. خب پس الان اگه من جمله هشتم اینو میخواستم، بایستی که تا جمله هشتمش رو کامل حساب میکردم. خب بریم وارد تست بشیم، یه دو تا تست کنکور هم حل کنیم از این قسمت که دیگه کامل براتون جا بیفته. گفته که در یک دنباله اعداد A1 برابر با 1 بوده، جمله اول رو بهمون داده، و برای n بزرگتر مساوی 2 AN به این شکل بوده. خب به محض اینکه AN بر حسب یکی از جملات خودش باشه، ما میفهمیم که این دنباله یه دنباله بازگشتیه. الگوهای خطی رو حواستون باشه، مثلا AN میشد 3N منهای 4، فقط بر حسب n بود دیگه، an نداشت، یعنی یه an این ور داشت دیگه اونور بر حسب n بود، واسه همون اونا راحت بودن. این بازگشتی ها اگه بخوایم تشخیصشون بدیم این شکلی هن که یه طرف an، اون طرف هم بر حسب جملات قبلیش بوده. خب پس یه الگوی بازگشتی به ما داده، جمله اولش هم به ما داده، جمله هشتم رو میخواد. پس به محضی که فهمیدم سوالم یک الگوی بازگشتیه، حتما تا جمله هشتمش رو حساب میکنم. خب A1 رو که بهم داده برابر با 1، A2 رو میخوام حساب کنم، 2 رو میذارم جای این الگوه، میشه A2 مساوی با 2 تا A1 به علاوه 1. چی داره میگه؟ میگه جمله دومو که میخوای 2 برابر جمله اول رو حساب میکنی به علاوه 1، 2 تا 1 به علاوه 1 که میشه 3 تا. جمله سوم رو میخوام حساب کنم، میذارم توی این، میشه 2 برابر A2 به علاوه 1. خب میشه 2 تا 3 به علاوه 1 که میشه 7 تا. ببین من هی بخوام اینا رو بنویسم که خیلی زمان منو میگیره. من الگو رو الان تشخیص دادم، میگه که هر کدوم که میخوای 2 برابر قبلی رو به علاوه 1 کن، A2 رو میخوای 2 برابر A1 رو به علاوه 1 کن، A3 رو میخوای 2 برابر A2 رو به علاوه 1 کن. پس به همین شکل من میرم جلو، یعنی اگه A4 رو میخوای 2 برابر 7 رو به علاوه 1 کن، میشه 15. اگه A5 رو میخوای 2 برابر قبلی رو به علاوه 1 کن که میشه 31. A6 رو اگه میخوای حساب کنی 2 برابر قبلی به علاوه 1 میشه 63. A7 رو اگه میخوای 2 برابر 63 به علاوه 1 که میشه 126 با یه دونه 1 میشه 127. و A8 رو اگه میخوای 2 برابر 127 به علاوه 1. خب 127 ضرب در 2 میشه 254 به علاوه 1 میشه 255. وقتی که بدونی دنبالت بازگشتیه، حتی اینقدری که من اینجا هم نوشتم و لازم نداری، راحت میتونی با محاسبات ذهنی وقتی که اینا رو بلد باشی مستقیم به جواب 255 کمتر از همون 94 ثانیه که براتون وقت گذاشتم برسی. یعنی اصلا این تست وقتگیری نیست، به شرطی که تست رو بشناسی، به شرطی که بدونی یه دنباله بازگشتی داری. پس جواب میشه گزینه 4.
خب بریم قسمت بعدی. گفته در یک دنباله اعداد A1 برابر با 3 بوده و برای هر n بزرگتر مساوی 2 این رابطه برقراره. خب ببین من وقتی این رابطه رو میبینم میفهمم که این یک الگوی یا یک دنباله بازگشتی بوده. خب برم شروع کنم وقتی که جمله هفتم هشتم رو ازم میخواد تا جمله هشتم رو حساب کنم. A1 رو دارم. A1 برابر با 3 شد. A2 رو که اگه بخوام از اینجا الان حساب کنم دقت کن وقتی که 2 رو اینجا میذارم میشه 2 تا A1 منهای 2. من همینجا بیام الگوشو بردارم میگه هر جمله رو که میخوای 2 برابر جمله قبلیشو منهای 2 کن. A2 رو میخوای 2 برابر A1 رو منهای 2 کن. A3 رو که میخوای 2 برابر A2 رو منهای 2 کن و به همین شکل بقیه رو بساز. یعنی قرار نباشه تا جمله هشتم هی بذارین توی این الگوه هی بخواین جواب بگیرین. سریع تو اولی که الگوش دستت اومد دیگه برای بقیه شون همون جوریه. خب بنابراین الان A2 این شکلی میشه. 2 برابر قبلی بوده 6 منهای 2 میشه 4. میذاریم تو پایینی. 2 برابر قبلی منهای 2 میشه 8 منهای 2 میشه 6. جمله چهارم 2 برابر قبلی منهای 2 میشه 10. جمله پنجم 2 برابر قبلی منهای 2 میشه 18. جمله ششم 2 برابر قبلی منهای 2 36 منهای 2 34. جمله بعدی 2 برابر 34 منهای 2 میشه 68 منهای 2 میشه 66. و جمله هشتم 2 برابر 66 منهای 2 میشه 132 منهای 2 میشه 130. خب چی از من میخواست؟ تفاضل جمله هشتم و هفتم 130 منهای 66. خب چقدر میشه 130 منهای 66؟ میشه 64 تا. اینم از الگوهای بازگشتی که به نظر تو نگاه اول یه مقداری محاسبات زیاد و زمانبری داره ولی اینا همش برمیگرده به قدرت محاسبات ذهنی شما و حتی اینکه از یه جایی به بعد واقعا لازم نبود من هیچ کدوم از اینا رو بنویسم. توی ذهنم در حد چند ثانیه میتونستم همه اینا رو حساب کنم. و اینم از آخرین سوال مربوط به الگوهای خطی غیر خطی و دنباله‌های بازگشتی. ببینین من تا اینجای کار همه این نکات مربوط به اون بیس دنباله‌ها رو گفتم. دو تا نکته دیگه میمونه. یکی دنباله‌های حسابی و یکی هم دنباله‌های هندسی که خیلیاتون کلاً الگو دنباله رو با همون دو تا دنباله حسابی هندسی میشناسین. ولی خب یه مقداری نگاهتون شاید به این قسمت ها کمتر بوده. همونطور که تو جلسه قبلی گفتم و با توجه به تحلیلی که از کنکور 99 داشتیم طراح کنکور همونطوری که گفتم بی‌رحم‌ترین آدمایی هستن که تو هیته کنکور واقعا باشون سر و کار داریم و اصلا قابل پیش‌بینی نیستن و از اون جایی سوال میدن که شما شاید فکرش هم نمی‌کنید. یعنی شاید تا الان فکر نمی‌کردین که الگوی خطی یا الگوی بازگشتی اینقدر میتونه مهم و نکته‌دار باشه. و من سعی کردم این نکاتی که شاید زیاد به چشم نمی‌اومد رو توی این دو تا جلسه بهتون بگم و از جلسه آینده انشالله من الگوهای حسابی و هندسی رو خواهم گفت و انشالله به این شکل پیش خواهیم رفت. خب اگه دوستان کسی سوالی داره از جایی که مطالبی که گفتم حتما ازم بپرسه. در ضمنم بگم که ما تو جلسه توی گروه رفع اشکالی که همکاران ایجاد کردن میتونین سوالاتونو بپرسین، حالا به صورت وایس یا عکس یا هر شکلی که به هر حال براتون ممکنه. من در اسرع وقت یا پشتیبانا در اسرع وقت جواب خواهند داد. یه سری سوال براتون تو پنل گذاشته میشه که انشالله اونا رو هم جواب بدین و سر موعد مقرر برای من ارسال کنین و همین نکته نمیمونه. اگه شما سوالی دارین که من در خدمتتون هستم.
دوستان کلاس تموم شد، نمیخواد چیزی بگین؟ در ضمن ساعت بعدیمون ساعت 8 یعنی نیم ساعت دیگه کلاس هندسه 3 رو داریم. جلسه قبل اومدم انواع ماتریس‌ها رو تعریف کردم، تو اول ضرب ماتریسی حتی ضرب ماتریسی رو هم توضیح دادم، ولی به خاطر اهمیتی که داره باز دوباره ضرب ماتریس رو تو جلسه بعد یعنی توی ساعت بعدی حتما توضیح خواهم داد. پرسیدین که مثلا بگه جمله دهم حتما باید این همه رو برای جواب بریم. آره دقیقا، ببین الگوت که بازگشتی باشه هیچ راهی نداری، یعنی اینجوری بهت بگم، ببین اصلا این الگو رو یه داستان برات بگم که متوجه بشی که اینو هیچ کاریش نمیشه کرد، یعنی میخوام بگم اینکه قابل پیش بینی نیست به این دلیله. این حکمت این دنباله فیبوناچی از اینجا بوده که یه آقایی بوده به نام آقای فیبوناچی، توی اون شهری که زندگی میکردن اینا خوراکشون یا اون گوشتی که مصرف میکردن خرگوش بوده. خب بعد یه مدت شده که این خرگوشا توی اون شهر یا توی اون حالا روستایی که بودن خیلی تعدادشون کم میشه و ایشون تصمیم میگیره که به تکثیر این خرگوشا بپردازه. بنابراین میاد دو تا خرگوش رو به حال توی اون آزمایشگاه یا توی اون شرایطی که داره قرار میده و این خرگوشا تکثیر پیدا میکنن. اول خب تعدادشون میشه دو تا و بعد میشه سه تا و بعد میشه پنج تا و بعد میبینه که داره به این شکل تعداد این خرگوش ها افزایش پیدا میکنه. و خب ببین شما الان وقتی که خرگوش ها دارن تکثیر پیدا میکنن میتونی تشخیص بدی که تو مرحله دهم چند تا خرگوش میشن؟ ایشون میاد حساب میکنه با آزمون و خطایی که میره جلو، میبینه که تعداد خرگوش ها با جمع دو تا قبلی به دست اومده، ولی با این حال اگه میخواست ببینه تو مرحله 20 چند تا خرگوش داره بعد شما تعدادشون رو میشمرد. خب و به این شکل این الگوی شکل گرفته، یعنی انتهای این الگو رو نتونست براش یک جمله عمومی تشخیص بده و اصلا الگو با همین عنوان الگوی بازگشتی آقای فیبوناچی ثبت شده و بعد از اونم خیلی از ریاضیدان ها کار کردن که بتونن این الگوی بازگشتی رو به یک فرمول تبدیل کنن و بتونن جملاتش رو حساب کنن. البته خب توی نرم‌افزارهای کامپیوتری امکان پذیره، ولی برای محاسبات سریع ذهنی و دستی این کار نشدنی. خب حالا این جریانی که تعریف کردم به این شکل بوده، حالا بنده خدا کلی هم به این فرموله افتخار میکرده تا اینکه یک خواهرزاده داشته که میبینه خب تعداد خرگوشا که زیاد شدن و این به هر حال آقای فیبوناچی هم که دیگه تقریبا سنشون بالا میره و دیگه از دستشون این قضیه خارج میشه، ایشون میاد یه ایده به ذهنش میرسه، میگه خب حالا که آقای فیبوناچی اومده این کار رو انجام داده یا دایی من اومده این کار رو انجام داده، من بیام چیکار کنم؟ این الگو رو برای روباها انجام بدم، بیام یه تعداد روباه بیارم و اونا رو تولید مثل و تکثیر بدم. میاد این کار رو انجام میده و تا یه جای موفق بوده، از یه جای به بعد گرگ ها خیلی زیاد میشن و دیگه خرگوشی رو برای خوردن نداشتن و چون ببینید جملات مثلا جمله دهم به بعد دیگه سه رقمی میشه و این میشه که خرگوش ها که تموم میشن مردم اون شهر هم به خاطر این خواهرزاده و دایی مجبور میشن اون شهر رو ترک کنن و این میشه تکلیف این دنباله فیبوناچی که حالا باز اینجا ما باهاش سر و کار داریم و متاسفانه باید این زمان رو براش بذاریم. خب اینم از جریان کلاس امروز و این دنباله بازگشتی. انشالله توی جلسه بعدیمون من دنباله حسابی و هندسی رو به شما خواهم گفت و جلسه بعدمونم که ساعت 8 شروع میشه انشالله که قسمت ماتریس ها رو ادامه خواهیم داد و با یاداوری ضرب ماتریسی شروع میکنیم و انشالله ادامه درس رو خواهیم گفت. مرسی از توجهتون، انشالله باز جلسه بعد در خدمتتون خواهم بود. موفق و پیروز باشین.